ابزار بعدی که با هم کار میکنیم ابزار فریم به اصطلاح فریم تول هست یا ابزار رسم کادر. این ابزار در فتوشاپ های ورژن آخر یعنی 2019 و 2020 اضافه شده، ممکن توی ورژن های قبلی نداشته باشین. خب برای استفاده از این ابزار رو انتخاب میکنین، حالا که دیدیم یا حرف کی هست، کافی کادر رو جایی که میخواین بکشین یک فریم ایجاد میشه و تصویر رو داخلش بندازین. حالا هر تصویری که دوست داشتین میتونید بیارید و داخل فریم رها کنید. خب کنترل تی رو میتونید بزنید، تصویر رو متناسب با کارتون بزرگ و کوچیک کنید، یا اگر فریم رو خواستید بزرگ کوچیک کنید کافیه روی حاشیه کلیک کنید تا بتونید این کار رو انجام بدید. خب قاعدتا فرمان هایی مثل بزرگ کوچیک کردن یا مثلا کنترل تی بزنید چرخش داشته باشه فریمتون، میتونید اینها رو توی کار انجام بدید. توی پنل لایه ها گزینش اضافه شده، اگر میخواین تصویر با فریمتون چرخش داشته باشه که حالا توی این ابزار اتفاق نمیفته، که اگه اضافه بشه میتونید ازش استفاده کنید. خب احتمال اضافه شدنش هم به این صورته که حالت کنترل تی رو به خودش بگیره. خب حالت دایره ایش هم به این صورته که شما فریم رو که انتخاب میکنین قسمت بالا گزینه دایره رو انتخاب میکنین، توی ظاهر یک فریم مربعی میکشه که یک دایره وسطشه، حالا میتونه بیزی هم باشه. بعد میتونید بیاید وارد عکساتون بشید و عکس دلخواهی رو که میخواین انتخاب کنید و توی اون فریم بذارید. مجدداً با کنترل تی میتونید عکستون رو هر جور که خواستین توی تصویر یا فریم قرار بدید. برای حرکت دادنش هم روی همین کادر کلیک میکنید تا کادر فعال بشه و هر جا که خواستید بذارید. یکی از امکاناتی که توی فتوشاپ اضافه شده و مسلماً بعدا ممکنه گزینه‌های بیشتری برای تنظیمات داشته باشه. شما این کار رو با استفاده از ماسک کردن هم میتونستید انجام بدید، ولی شاید توی سری قسمت‌ها این ابزار بهتر باشه.